با اختلال و قطعی اینترنت ایران، شماری از گزارش‌های ویدیویی شهروندان از اعتراضات شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه با تأخیر منتشر شده و برخی گزارش‌ها شرایط تعدادی از شهرها رو وضعیت جنگی توصیف کردن. افشار سیگارچی مروری داره بر آخرین خبرها از این اعتراضات. افشار؟ بله، بر اساس تصاویری که دقایقی پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، کاربران گزارش میدن که کرمانشاه، اصفهان، سنندج، تهران، تبریز و اسلام‌آباد این ویدئوها منتشر شده که نشون میده که در روز پنجشنبه گویا اعتراضات ادامه داره. خبرهای تکمیلی رو در بخش‌های بعد خواهیم گفت. همونطور که در مقدمه خبرم اشاره کردی، قطع دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی منجر به اختلال در راه‌های ارتباطی شهروندان شده و تصاویر و خبرها با تأخیر منتشر میشه. اما پیرامون آن چیزی که تاکنون اطلاع داریم، اعتراضات تاکنون در شهرهای مختلف 28 استان جریان داشته. تصاویر نشون میده که نیروهای یگان ویژه انتظامی، امنیتی و لباس شخصی ها به طور گسترده مردم حاضر در خیابان را سرکوب میکنن و در برخی مناطق به طور مستقیم به معترضان شلیک کردن. با توجه به شرایط موجود، هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان، زخمی شده‌ها و بازداشتی‌ها در دست نیست. البته خود شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مرگ 17 تن از معترضان خبر داده. برخی منابع خبری دیگر اما تعداد کشته شدگان را 31 تن تاکنون اعلام کردند. باید اشاره کنم که همزمان با این سرکوب گسترده، ما رسانه‌های حکومتی خواستار برخورد شدید با معترضان شدن، فارغ از اینکه اونها کی هستند، چه میگن و چه میخوان. مطالبه‌ای که بر اساس شعارهاشون یک مطالبه فراگیر از زبان اکثریته که خواستار گذار از یک اقلیت هستن. البته در دو روز گذشته مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی سعی کردن از تریبون‌هایی که در اختیار داشتن با اشاره به تخریب اموال عمومی، به آتش کشیده شدن برخی ساختمان‌ها و نهادهای دولتی یا آتش زدن آمبولانس و مساجد به دنبال سرکوب شدیدتر معترضان باشن. در مورد تخریب اموال عمومی اما بد نیست یک مروری داشته باشیم به اظهارات محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سال‌های نچندان دور ایران، که مورد حمایت تمام قد رهبر جمهوری اسلامی بود. متاسفانه در کشور ما تحت تأثیر باند فاسد امنیتی، هر نوع مطالبه مردم، هر شکایت مردم، هر اعتراض مسالمتی منز مردم باش برخورد میشه. بلافاصله اون باند امنیتی وارد میشه، دو تا کار میکنه. اول اینکه به خشونت میکشه، میاد درگیری درست میکنه، آتش میزنه، تیراندازی میکنه، به خشونت میکشه و بهانه سرکوب مردم رو میده. خب، بخشی از ماجرا رو احمدی نژاد گفت، اما در سوی دیگر هم گزارش‌های مردمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که نیروهای انتظامی و حکومت از خودروهای نظیر اتوبوس شهری و آمبولانس برای جابجایی و سرکوب شهید معترضان استفاده میشه. در تصاویر میبینید آمبولانسی رو که مردم متوقف کردن و نیروهای انتظامی که از اون خارج میشه، یا آمبولانسی که بازداشت شده‌های در واقع معترضان بازداشت شده رو وارد به کلانتری میبره. در همین ارتباط علی کریمی، بازیکن سرشناس و اسپاق تیم ملی، در استوری اینستاگرامیش نوشته بود این روند رو نقشه حاکمیت برای توجیه سرکوب شدیدتر میدونه. حضور در خیابون و سر دادن شعار مسالمت آمیزترین نوع مطالبه گری است که در سراسر جهان صورت میگیره. اما با مروری بر تمام اعتراضات پیشین مردمی که در ایران صورت گرفته، اونها همواره از سوی حاکمیت سرکوب شدن. این بار اما شهروندان معترض در مقابل بازداشت‌ها و خشونتی که به اونها روا میشه ایستادگی میکنن. بسیاری پیرامون ایستادگی مردم مینویسن مگر در اعتراضات به بیابی خوزستان، مگر در اعتراضات کشاورزان اصفهان خشونتی از تجمع کنندگان سر زد که به اونها هم شلیک کردید؟ تصاویر بسیاری هم مثل این تصویر که مربوط به دهلوران نشون میده که تا زمانی که ماموران کاری نکنن، باتوم نزنن، شلیک نکنن، مردم به اونها نه کاری دارن، نه توهین میکنن، نه خشونتی به خرج میدن. در این تصویر میبینید، اما از زمانی که اولین گلوله شلیک میشه یا اولین باتوم به یکی از معترضان اصابت میکنه، داستان فرق میکنه.